صدها تن از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم دیشب هم به صورت خودجوش در میدان ارک و مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کرده و محاکمه فوری سران فتنه را خواستار شدند. مردم اومدن بگن دینشون رو دوست دارن، مملکتشون رو دوست دارن، رهبری رو دوست دارن، با این فتنه‌گران مبارزه میکنن و ما اومدیم اینجا بگیم که تا آخرین قطره خونمون پای آرمانامون پای انقلاب وای میستیم. مطمئنن اگر کسی طرفدار نظام و امنیت کشور باشه کاری نمیکنه که توپ تو دروازه خودش بزنه. این متاسفانه شاد کننده دشمن و جالب اینه که هر وقت اینا حرف میزنن قبل از اینا اونوریا حرف میزنن، اسرائیل، آمریکا، سلطنت طلبها، همیشه حرفشون واحده با هر چی اینا میگن اونا میگن. آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ایادیشون اینا دائما حالا به ترفندهای مختلف سعی میکنن که کشورهای اسلامی رو متفرق بکنن. ابتدا میمدن جنگای خارجی رو مینداختن، اما خب پس از 8 سال جنگ که با کشور ما راه انداختن دیگه به این نتیجه رسیدن نمیشه اینجور و حالا میخوان با تفرقه انداختن. مثلا انگلیس میگه آقا تفرقه بنداز و حکومت کن، میخوان بین مردم ما تفرقه بندازن. یعنی تا کی باید این جوانای ما بیان حالا یا جوان یا هر کی شهید بشن یا این اختصاصاتی که تو مملکت هست واقعا به نفع مملکت ما نیستش. پیکر صانع جاله، دانشجوی بسیجی که به دست عوامل گروهک منافقین در اختشاشات 25 بهمن تهران به شهادت رسید، از مقابل دانشگاه تهران تشییع شد. پیکر مطهر دانشجوی بسیجی شهید صانع جاله صبح امروز با حضور خیلی عظیم امت حزب الله از دانشگاه هنر تا دانشگاه تهران تشییع شد. شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر این دانشجوی بسیجی خشم و انزجار خود را نسبت به اعمال عمال استکبار در روز 25 بهمن نشان داده و مجازات فوری سران فتنه را خواستار شدند. بنده به عنوان یک حامی خانواده معظم شهدا اومدم تا فریاد بزنم که محاکمه این ایادی استکبار جهانی لایق محاکمه جدی و رسیدن به اشد مجازات میباشد. درخواست دارم که موسوی و کروبی و خاتمی رو این فتنه‌گران رو حتما محاکمه کنم، به سزای اعمالشون برسونن. بدانند که پیش نخواهند برد، بدانند که خون شهدا نمیذارن اینا به خواست خودشون برسن. در پیری اینا قدرت میخوان، میز میخوان، پول میخوان. اینا مفسد فلعرزن، اینا باید محاکمه بشن، به سزای اعمالشون برسن. ما خواستمون اینه که آمریکا، اسرائیل هیچ دخالتی تو کشور ما نکنن. خواهشن ما کشورمون، رهبر عزیزمون رو داریم، رئیس جمهور عزیزمون رو داریم، ما تو دهن دشمن میزنیم. برای اینکه پیگیری کنن، واقعا همه مردم میخوان که اینها رو پیگیری کنن و واقعا اینها رو اعدام کنن، کمترینش اعدام حداقل. ما امروز به مقام معظم رهبری ابلاغ بکنیم که مثل همین شهید پای آقا واسطادیم، پای ولایت واسطادیم، پای انقلاب واسطادیم تا قطره خونمون. این فتنه‌گرانم اگه دست ما افتادن که تیکه تیکه‌شون می‌کنیم، اگه دست قوه قضاییه هم افتادن، من خواهش می‌کنم از حضرت آیت الله لاریجانی حتما اعمال قانون بکنن. مردم دیگه سر بهشون لبریز شد.